طبق اطلاعات رسیده به برنامه تیتر اول ایران اینترنشنال، بوریا غفوری کاپیتان سابق تیم استقلال و از ورزشکاران حامی خیزش انقلابی مردم جمعه و پیش از دربی استقلال و پرسپولیس مقابل ورزشگاه آزادی به دست ماموران امنیتی دستگیر شد. خبری که در همون روز به عدم پخش تصاویر مربوط به خداحافظی این بازیکن میشد فهمید که صدا و سیما و حکومت با این قضیه به شدت مشکل داره. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به اتفاق تلخی که برای وریا غفوری افتاده میپردازیم، اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون شماری از فوتبالیست‌ها رو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند که از جمله اونها میشه به پرویز برومند، حسین ماهینی و حمیدرضا علی عسگری هم اشاره کرد. برخی دیگه شامل یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیست به دلیل حمایت از معترضان احضار شده بود. اما وریا غفوری همیشه یکی از بازیکنان معترض فوتبال ایران به حساب می اومد که در مورد موضوعات مختلف از جمله مشکلات مردمان دیارش یعنی کردستان و قیمت دلار و غیره موضع گیری کرده بود و به اعتقاد بسیاری به خاطر همین مجبور به ترک استقلال شد. حالا اما درست در روز دربی حساس فینال جام حذفی، خبر بازداشت وریا غفوری آنقدر بد موقع و غیر قابل باور بود که تا چند ساعت همه منتظر تکذیب اون بودن. بعد موقع از اون جهت که درست 24 ساعت قبل از بازی حساس تیم استقلال و پرسپولیس در دربی فینال جام حذفی استوری منتشر کرد که میخواد در این روز در حضور طرفداران هر دو تیم خداحافظی کنه. به همین دلیل عکس وریا غفوری نه تنها تیتر یک رسانه‌های داخلی رو اشغال کرد که به سرخط بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا هم تبدیل شد. اما با فشارهای امنیتی و حکومتی سعی در منصرف کردن حضور وریا در ورزشگاه شدند که این عمل انجام نشد. حتی به اجبار امیر قلعه نوئی مربی تیم ملی رو مجبور کردند که استوری منتشر کنه و از وریا بخواد که خداحافظی در حضور اعضای تیم ملی انجام بده که باز هم وریا راضی نشد. اصرار وریا برای حضور در ورزشگاه آزادی و خداحافظی در فینال جام حذفی تمام برنامه‌های حکومت رو به هم می‌ریخت و ترس از حمایت اون در تلویزیون و ورزشگاه و جلوگیری از این اقدام برای حکومت متزلزل از نان شب واجب‌تر بود. تا اینکه وریا بالاخره به ورزشگاه رسید، اما در حین ورود به ورزشگاه ماموران امنیتی اون رو بازداشت می‌کنن. طبق اطلاعات رسیده به برنامه تیتر اول ایران اینترنشنال، وریا غفوری کاپیتان سابق تیم استقلال و از ورزشکاران حامی خیزش انقلابی مردم جمعه و پیش از دربی استقلال و پرسپولیس مقابل ورزشگاه آزادی به دست ماموران امنیتی دستگیر و چند ساعت با دستبند و چشمبند به زندان اوین منتقل شده بود. این خبر تلخ و اتفاق تلخ برای وریا غفوری در شرایطی که همه منتظر حضور اون در ورزشگاه بودن اتفاق افتاد که حتی مانع تشویق مردم در حمایت از اون نشدن و این بار تلویزیون مجبور شد از صدای تماشاگران برای شنیده نشدن تشویق وریا غفوری استفاده کنه که البته حتی صحبتی هم از گزارشگر مبنی بر خداحافظی کاپیتان تیم استقلال اعلام نشد. وریا غفوری یکی از خاص‌ترین کاپیتان‌های تاریخ باشگاه استقلاله که بالاخره به شایعاتی که درباره اون رواج پیدا کرده بود رنگ واقعیت پاشید و از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او که بعد از بیمهری‌های مکرر از ترکیب استقلال به دلایلی که شایعه شد غیر فوتبالیه، برخلاف میل هواداران این تیم کنار رانده و مجبور به جدایی شد. سر از باشگاه فولاد درآورد ولی طولی نکشید که سرنوشتی مشابه در فولاد باعث شد او از مستطیل سبز فاصله بگیره. جدای وریا از فولاد در حالی رقم خورد که همون بره شایعه دستوری بودن کنار گذاشتنش از تیم‌های فوتبال در ایران مطرح شد. موضوعی که البته با بیانیه و مخالفت فولادی‌ها روبرو شد و اونها ادعا کردند این بازیکن به دلیل مسائل فنی از ترکیب کنار گذاشته شده. اندکی بعد از جدایی از فولاد خبر رسید که وریا ممنوع فعالیت شده و چاره‌ای به غیر از خداحافظی از دنیای فوتبال نداره. در همین راستا اما واکنش تلخ و غم‌انگیز همسر وریا غفوری به بازداشت او و خداحافظیش از مستطیل سبز نیز مورد توجه کاربران قرار گرفت. مونا اردلان همسر وریا غفوری با این متن جنجالی در پی خداحافظی وریا غفوری نوشت: به همین سادگی و بعد از بیمهری‌های فراوان با یک استوری با تمام لحظه‌ها، نفس‌ها، عشق و سال‌های رفته خداحافظی کردی و تمام.
بوریای عزیزم، این است بهای حضورمان در روزهای سرتاپا مجازی و ما در این حقیقت غوطه وریم. میدانم از پس روزهای بدون عشق برآمدن طاقت فرساست، اما هر کاری برای وریای این سرزمین به سان معنی نامد به بهترین شکل به سرانجام خواهد رسید. نگاه پر از غرورت را به مانند کوههای استوار این سرزمین در تمام لحظه های با هم بودن حس کردم. برخیز تا این لحظه ها را حائل کنیم میان زندگی و صورت های پرمهر رادین و بارین که از نبودن هایت خسته اند و آغوش گرم پدری را جستجو می کنند که زاده شهری است که مردمانش هنوز قوی و راست قامتان تاریخند. بیرحمی ها را کنار می زنند و بعد از سالها هنوز هم با نامردی ها می جنگند و خم نمی شوند. اجازه نمی دهم این روزها در آسمانت کلاغ های سیاه پرواز کنند. بچه های من و تو هدیه ای هستند از همان آسمان. اینک وقت آن رسیده 4 نفری در کنار هم در دنیای واقعی خودمان نفس بکشیم و صدای خنده هایشان قندها در دلمان آب شود. مانند نامت دوباره متولد شو و سلام کن به دنیای پرهیاهوی سخت و طاقت فرسای بدون فوتبال. چندی پیش هم 2 سایت نزدیک به دولت هم یک بار خبر خداحافظی وریا غفوری از فوتبال رو منتشر کردند که این موضوع با واکنش تند وریا غفوری همراه شده بود. گفته بود که قصدی برای خداحافظی نداره و مشغول ارزیابی پیشنهاداییه که قراره به دستش برسه. از تیم‌های تراکتور، پیکان و هوادار به عنوان مقصد جدید وریا نام برده میشد، ولی در عین ناباوری با اتمام مهلت نقل و انتقالات بدون تیم موند و شایعه قدیمی که اجازه بستن قرارداد به او به تیم‌های دیگه داده نمیشه دوباره بر سر زبون‌ها بیفته. موضوعی که نهایتاً تا پایان فصل هم باقی موند و کاری کرد تا غفوری درست 24 ساعت مانده به شروع دربی حساس جام حذفی به طور رسمی خداحافظیش از دنیای فوتبال به عنوان بازیکن رو اعلام کنه. اظهارات وریا در باب خداحافظیش از دنیای فوتبال درست 1 هفته بعد از انتشار تصاویر اون در کلاس‌های مربیگری بود. موضوعی که به خوبی نشون میداد غفوری درست بعد از پایان رقابت‌های این فصل فوتبالی تصمیم گرفته از عرصه بازی کردن فاصله بگیره و تجربه جدیدی رو امتحان کنه. با این حال مسئله اینجاست که اگه شایعه ممنوع فعالیتی او در فوتبال ایران صحت داشته باشه و کاری کرده که فصل اخیر رو بدون تیم بمونه، آیا مشکلی برای داشتن یک تیم در عرصه مربیگری نخواهد داشت؟ زمان بهترین قاضی برای پاسخ دادن به این پرسشه. ولی آنچه مشخصه اینه که وریا نه به خاطر موارد فوتبالی، بلکه دقیقاً به خاطر مواردی غیر از دنیای ورزش به حاشیه رانده و سپس هم مجبور به خداحافظی شد. کاپیتانی که 185 بار پیراهن استقلال رو به تن کرد، کاراکتری مجزا داشت که اون رو در زمره ورزشی های خاص فوتبال ایران قرار داد. حالا اما وریا مثل برخی چهره های ورزشی مدت هاست به یکی از شعارهای بنسبت اعتراضی در ورزشگاه ها و روی سکو تبدیل شده. شاید مهمترین اونها تشویق شدنش در دقیقه 21 به عنوان شماره پیراهنش در استقلاله. به هر روی داستان وریا غفوری به عنوان یک بازیکن فوتبال 10 خرداد 1402 به پایان رسید. ولی کامنت هایی که برای اون گذاشته شد نشان از ماندگاریش دارد. خلاصش رو میشه در استوری سعید آذری براش جستجو کرد. خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.